در رابطه با بحث جنجال برانگیز استیت منیجمنت در خدمتتون هستم. استیت منیجمنت چی هست و چی دردی میخوره و بهترین سولوشن و بهترین راهکاری که میشه براش انتخاب کرد و یا کتابخونی که میشه استفاده کرد کدوم هست؟ اینجا میخوام در رابطه با دو تا بحث اصلی توی استیت منیجمنت صحبت کنیم. اونم استفاده کردن از استیت فول و ست استیت به عنوان استیت منیجمنت و استفاده نکردن از استیت فول و ست استیت به عنوان استیت منیجمنت. خب در ابتدا من کل فایل هوم پیج هم برم داخل یه فایل جدید تحت عنوان homepage.dart که الان توضیحاتش رو که برای چی این کار انجام دادم جلوتر متوجه میشین. خب اینجا نمیشه import homepage.dart. اوکی خب مفاید من کلن جدا کردیم اینجا، این رو هم کریتش کلیرش میکنیم، یه بارم پروژه رو کلن استارت میکنیم و میریم جلو. خب ما یه دونه سویچ توی پروژه گذاشتیم که با کلیک کردن روی سویچ متوجه میشیم که عملا کار نمیکنه سویچ ما. حالا برای که سویچ ما کار کنه و بشه تغییر وضعیت بده، میایم و یه متغیر تعریف میکنیم از نوع بولین، مقدار پیش‌فرضش رو میذاریم فالس، به سویچمون اختصاص میدیم و توی ست استیت هم میگیم استابیلیتی. موقعی که تغییر پیدا میکنه برابر میشه با ولیوی ما. اتفاقی که میفته چیه؟ اینه که ما اگه کلیک کنیم باز هم میبینیم که سویچمون کار نمیکنه. دلیلش هم یه چیز خیلی ساده است، بحثی به عنوان استیت، به خاطر اینکه زمانی که فلاتر میاد و این فرم ما رو برای ما میسازه بر اساس تمام این مقادیر شروع میکنه به فرم ما رو ساختن و به کاربر نمایشش میده. حالا ما هر تغییری که روی متغیرهای این فرممون انجام بدیم عملا باید به فلاتر بگیم که برو و فرم ما رو مجدد ریبیلدش کن و مجدد فرم رو ترسیمش کن. برای همون ما اینجا میتونیم بیایم و از دستور ست استیت استفاده کنیم که کاری که انجام میده اینه که علاوه بر اینکه مقداری که ما هر کدی که داخلش بنویسیم رو انجام میده، بعد از اینکه تموم بشه عملا مجدد کل فانکشن بیلد ما رو فراخونی میکنه. و برای که متوجه این اتفاق بشیم میتونیم اینجا یه دونه پرینت بذاریم و بنویسیم build فایر شد. اوکی اگه ما اینجا کلیک کنسول بزنیم، با کلیک کردن روی سویچمون اتفاق میفته. خب این نکته جالب اینجا اتفاق افتاد، اونم اینه که ما با اینکه اومدیم ست استیت گذاشتیم، با اینکه ولیمون رو مساوی با متغیرمون قرار دادیم، ولی باز هم وقتی روی این کلیک میکنیم اتفاقی نمیفته. اگه به این قسمت پایین نگاه کنین دلیلش رو از این پایین متوجه میشین که الان بیلد فایر ما 15 بار داره تر، ما هر بار روی این کلیک میکنیم بیلد فایر ما داره اتفاق میفته. به عبارتی دیگه وقتی ما روی این کلیک میکنیم دستور ست استیت ما داره درست کار میکنه، قبلش مقدار استابیلیتی ما رو با مقدار جدید که مطمئنا ترو باشه ست میکنه و بعد میره کل بیلد ما رو مجدد میسازه. و اتفاقی میفته اینه که داخل بیلد ما مجدد استابیلیتی مساوی با فالس میشه. رو همین حساب هیچ موقع مقدار این تغییر نمیکنه که اینجا ما بایستی بیایم و خارج از بیلد متغیرمون رو بسازیم، این داخل خود به عبارتی استیت یا کلاس اصلیمون بیایم و متغیرمون رو بسازیم که هر بار ریبیلد اتفاق میفته فانکشن بیلد مجدد فراخونی میشه، به عبارتی مقدار متغیر ما باز مجدد فالس نباشه. الان اگه کلیک کنیم میبینیم که داره کار میکنه و به تعداد کلیک هایی که ما انجام میدیم مطمئناً بیلد ما هم داره فراخونی میشه. خب این روش استیت فول و ست استیت مطمئنا روش جالبی برای پروژه های بزرگ و پروژه های واقعی نیست، چون شما هر چقدر یو آی تون پیچیده تر و بزرگتر بشه مطمئنا این ست استیت کردن ها باعث رفرش کل یو آی شما میشه و اگه اونجا شما با ای پی آی بس کرده باشین باعث میشه که بارها و بارها مجدد با ای پی آی ارتباط سیستم برقرار کنه و عملا یک بار پردازشی سنگین رو پروژه میاره و پروژه مطمئناً کند میشه و کاربرپسند نیسته که اون پروژه. روشی که ما میتونیم استفاده بکنیم که به عبارت این نقطه ضعف رو پوشش بدیم اینه که بیایم از روش هایی که معروف هستن به استیت منیجمنت استفاده کنیم.
روش های متفاوتی هست. ما میتونیم از بلاک استفاده کنیم، از لایبرری بلاک استفاده کنیم، میتونیم از یه سری لایبرری های دیگه استفاده کنیم، میتونیم از استریم ها استفاده کنیم، ولی من بنا به تجربه شخصی که توی پروژه های مختلفی اومدم و به عبارت asset management رو با روش های مختلفی پیاده کردم، یکی از راحت ترین و بهترین کتاب خونه هایی که دیدم کتاب خونه RxStarts بوده که میاد به شما این امکان میده که بتونید به کمک استریم ها با کد نویسی خیلی کمتر asset management رو پروژهتون پیاده سازی کنین. و اینم مد نظر داشته باشین که شما هر چقدر کد نویسی کمتری داشته باشین داخل پروژه، عملا میتونین پشتیبانی راحت تری تو پروژهتون داشته باشین، چون مهمتر از خود کد نویسی یه پروژه پشتیبانی اون پروژه است. چون شما یه نرم افزار رو مینویسید، یه سایتی رو طراحی میکنین، یه اپی رو طراحی میکنین و بعد از 6 ماه، 1 سال، 2 سال بنا به درخواست مشتری یا بنا به درخواست کاربران اون حالا مجموعه مجبور میشید که تغییراتی رو پروژه بدید. حالا شما اگه برای برفرض مثال خوندن یه دیتا از API و نمایشش توی فرم اومده باشید و کدهای زیادی نوشته باشید، مطمئنا تغییر دادن اون کدها توی آینده هم خیلی دردسرساز میشه. ولی خب RxDart بنا به تجربه یک حجم کد نویسی خیلی کمتری رو برای شما به وجود میاره که الان کتابخونه RxDart رو قبلا اومدم و داخل یمل فایل هم اضافی کردم. RxDart رو پرووایدر رو هم اضافی کردم که پرووایدر هم بهتون میگم دقیقاً به چه دردی میخوره و به چه شکل هست. حالا با خود RxDart در ابتدا میایم اینجا و یه فولدر میسازیم تحت با نام ماژول و یه فایل میسازیم به نام blog.dart. میتونه کلاس تعریف میکنم به نام بول بلاک، برای مقادیر بولین رو میتونم باش مدیریت کنم. ببینید خود کلمه بلاک الزاماً به واسطه اینکه شما از لایبرری بلاک استفاده کرده باشین نیست. خود کلمه بلاک یعنی بیزینس لاجیک کامپوننت، یعنی به عبارت دیگه شما وقتی که کدهای مربوط به لاجیک برنامه‌تون و کدهایی که شما می‌خواید با API برقرار کنید، پردازش‌های نرم افزار رو انجام بدین و اسم قول به عبارتی کدهای بک‌گراند سیستم میشن، کدهایی که از UI جدا هستن و کار ارتباط برقرار کردن بین UI و API رو انجام میدن، شما وقتی این کدها رو به صورت مستقل و جدا بنویسید میتونید بگید که عملاً من اومدم و لاجیکم رو جدا کردم. رو همین شما میتونید از کلمه بلاک هم اینجا استفاده کنید و حتما لازم نیست که از کتاب خونه بلاک استفاده کنید. ما اینجا behavior subject تعریف میکنیم که یکی از به عبارتی لایبرری های RxDart ماست، نوع بولین، اسمشو میذاریم بلاک و اینجا از نوع behavior subject بولین. اوکی، خب این بلاکی که ما اینجا ساختیم پراپرتی های مختلفی داره. یکی از پراپرتی هاش استریمه. اینجا میایم و یه دونه استریم نوع بولین میسازیم، گت میکنیم، اشمتش رو میذاریم استریم و بلاک استریم رو مستقیم داخل اون برمیگردونیم. یه دونه بولین هم اینجا لازم داریم که اون رو هم گت میکنیم، اسمش رو میذاریم ولیو و بلاک ولیو رو برمیگردونیم. حالا برای این که بتونیم به عبارت مقدار این بلاک ولیومون رو بتونیم عوض بکنیم، احتیاج داریم به این که یک دونه فانکشن هم بسازیم که یک متغیر از نوع ولیو میگیره و داخل بلاکمون اون متغیر رو درجش میکنیم. اوکی، حالا داخل مینمون میایم و به بخش داخل هومپیجمون این قسمت میایم یه دونه بول بلاکمون رو میسازیم، اسمشو میذاریم استبیلیتی بول بلاک و این قسمت سویچمون رو داخل استریم بیلدر تعریف میکنیم. استریمشو وصل میکنیم به استبیلیتی.استریم و اینجا هم snapshot.data رو میکنیم، اگر نال باشه فالس در نظر میگیریم و این قسمت هم stability set value فعل. یه بار چون که ما کلم چند تا فایل و فولدر ساختیم بس یه بار پروژه رو کلن ریستارتش کنیم، اتفاقا پروژه هم استاپ شد که حالا مهم نیست و با استارت مجدد میتونیم بریزیم به اون چیزی که میخواستیم. خب پس ما اومدیم تا اینجا تا موقعی که پروژه ران میشه یه دونه بلاک ساختیم.
داخلش یک پراپرتی از نوع بیهیویر ساب یک کلاس ساختیم، یه داخلش یک پراپرتی از نوع بیهیویر سابجکت تعریف کردیم که استریمشو و ولیوشو در اختیار کاربر قرار میدیم و ست ولیو هم میکنیم، که اینجا حتی میتونیم بیایم و اینو به صورت پرایوت تعریفش کنیم که از بیرون از کلاسمون قابل دسترسی نباشه و فقط بتونیم با این دو تا پراپرتی و یه متد ارتباط برقرار کنیم. پروژمون اومد و اینجا اگر دقت کنید سویچ ما به راحتی داره کار میکنه، اما حتی اگر اینجا بیاییم و مجدد پرینتمون رو بذاریم و چک کنیم، ما فراخونی شد. به محض که روی این کلیک میکنیم دیگه بیلد ما فراخونی نمیشه، چون با کمک استریم و با کمک لایبرری آرکستارت اومدیم اینو مدیریتش کردیم. حالا برای که ما اینجا بتونیم کد نویسی کمتری هم داشته باشیم، چون ما عملا برای یه دونه سویچ گذاشتن مجبور شدیم که 5 خط کد بنویسیم، میتونیم یه کاری انجام بدیم و اونم این باشه که یک فایلی بسازیم تحت عنوان widget.dart، اینجا یه دونه استیتلس بذاریم تحت عنوان my switch و عملا کل کدی که اونجا داشتیم رو اینجا ریترن کنیم و این استابیلیتیمون رو هم بینیم ببریم اینجا بذاریم. اوکی، خب و این قسمت مای سویچ رو بهش پاس بدیم که عملا ما کد نویسی یه خطی داشته باشیم برای این کار. حالا تو قسمت ویژتامون میتونیم خیلی راحت بیایم این قسمت و این رو بکنیمش چک باکس و اینجا چک باکس رو هم پاس بدیم و اگر مای سویچ مون داخل کالم بذاریم میتونیم اینجا مای چک باکس رو هم داشته باشیم. و برای اینکه وسط چین بشه میتونیم بیایم و سایز کالم رومون رو روی مینیمم بذاریم که به کمک سنتر بالاییش وسط چین بشه. خب دید ما خیلی راحت اومدیم و لاجیک برنامه‌مون رو جدا کردیم، شد یه فایل ویجت که داخلش دوتا ویجت شخصی سازی کردیم به نام سویچ و چک باکس و یه بلاک که عملا میاد مدیریت میکنه مقادیر بولین رو برای ما، که ما عملا با کپی کردن این دوتا فایل تو هر پروژه‌ای میتونیم از تمام این کدامون استفاده کنیم، که میشه گفت این یکی از بهترین روش‌های کدنویسی توی هر زبان برنامه‌نویسیه. حالا بیایم یه قدم جلوتر و از یک ویجت دیگه هم استفاده کنیم، اونم تحت عنوان drop down menu button. نوش رو این در نظر میگیریم، ولیوش رو 1 بهش پاس میدیم، items از ما میگیره و unchanged داره. drop down menu button این امکان رو به ما میده که ما بتونیم انتخاب چند گزینه ای به کاربر بدیم که هر کدوم از منیو آیتم های ما یک چایلد میگیرن که هر چیزی میتونیم بهش پاس بدیم و یک ولیو که بر اساس نوعی که برای دراپ داون پاس کردیم میتونیم ولیوامون اینجا ست کنیم. که ما اگر سه تا ولیو بهش پاس بدیم اوکی، اولا اینجا میتونیم یک انتخابی داشته باشیم بین این سه تا گزینه‌مون. خب دراپ داون ما کار نمی‌کنه به خاطر اینکه بایستی توی آن چینج مقدار ولیومون رو ست کنیم، که این کار رو هم میتونیم بریم داخل بلاکمون، بولین بلاکی که ساختیم و دوپلیکیتش کنیم، اسمش رو بذاریم اینت بلاک و بعد به کمک آلت کلیک و مالتی سلکت تمام مقادیرمون رو به اینت تغییر بدیم. خب خیلی راحت ما اومدیم اینت بلاک ساختیم و اینجا هم میتونیم بیان و یه دونه اینت بلاک بسازیم تحت عنوان دراپ داون اینت بلاک. حالا دراپ داونمون رو
داخل استریم بیلر میذاریم، نوعش اینت، دی آر پی گذاشتیم اسمشو، اسنپشات دات دیتا اگر نال بود یک برگردون، و اینجا هم ترام ست ولیو بل. اوکی، میتونیم اینجا بین شهرامون حرکت کنیم. خب حالا اینجا بنا به کدنویسی قبلی که انجام دادیم و ویجت های خودمون رو میساختیم، میتونیم این دراپ داون رو با هم به یک ویجت اختصاصی تبدیلش کنیم که کدنویسی کمتری لازم داشته باشه. یه دونه استتلیس بسازیم، my drop down button، و اولا کل کدی که اونجا داشتیم رو اینجا کپی پیست میکنیم. و همچنین دیارپیمون رو هم میاریم و این قسمت میذاریم. حالا فرق که این کمپوننت مای دراپ داون باتن و این ویجت مای دراپ داون باتن ما با دو تا ویجت دیگه که داشتیم اینه که ما برای این ویجت بایستی آیتمز ها رو از کاربر دریافت کنیم، از به بایستی توسعه دهنده اپلیکیشن یا از برنامه‌نویس دریافت کنیم، که وقتی کسی میخواد بیاد و از این ویجت ما استفاده کنه آیتمز ها رو مطمئنا بایستی پاس بده. برای این کار ما میایم اینجا یه دونه پراپرتی از مای فاینال تعریف میکنیم، اسمشو نوعشو دراپ داون منیو آیتم میگیریم، نوع اینت شو بهش ست میکنه طوری که دراپ داون ما نوع اینت میگیره، و اسمشو میذاریم آیتمز. حالا بایستی برای این کلاس مای دراپ داون باتنمون یه دونه کانستراکتور تعریف کنیم و داخل کانستراکتورمون بیایم و آیتمز رو پاس بدیم، و اینجا هم دیگه به جایی که این کار رو انجام بدیم از آیتمزمون استفاده کنیم. اوکی، این رو بایستی لیست بکنیمش چون لیستی از دراپ داون ها میخواد. اوکی، حالا ما اینجا خیلی راحت میتونیم بیایم و از مای دراپ داونمون استفاده کنیم و اینجا هم لیستمون رو بهش پاس بدیم. اوکی، و عملا ما لیستمون کار میکنه. حالا اینجا میتونیم حتی چیزهای دیگه رو هم بهش پاس بدیم، یا اینکه حتی مقادیر کلن دیگه رو به عنوان مثال جهتهای جغرافیایی خب این پیغام ایروری که به ما میده رو ما اگه یه بار از بالا من یه بار اینو کلیرش کنم، استارت کنم که مجدد ایرور بیاد و اوکی. خب این ایرور اگه دقت کنید جایی که ما پیغام میده به عبارت اومده به ولیوی که ما داریم پاس میدیم ایراد میگیره، که اگر توی دقت کنید این قسمت ما دوتا از ولیوهامون با هم دیگه یک مقدار دارن، که این باعث وجود اومدن ایرور توی ران تایم میشه. ما اگه مقادیرمون رو عوض کنیم عملا دیگه با حرکت کردن داخل اینها و انتخاب هر کدوم از این گزینه‌ها موضوعی نخواهیم داشت. خب حالا ما اومدیم این دونه ویجت ساختیم به نام دراپ داون باتن و یه پارامتر هم براش تعریف کردیم، گو پارامتر رو قادر پاس بده. حالا موضوعی که امکان داره پیش بیاد اینه که ما شاید بخوایم پارامتر رو مثل خود ویجت های فلاتر پارامتر رو با عنوان پارامتر پاس بدیم. به عبارتی دیگه ما اینجا یه دونه سویچ بذاریم و بخوایم ولیوش رو پاس بدیم، به این شکل میتونیم بیایم و ولیو رو پاس بدیم. به عبارتی موقعی که میخوایم مقدار پارامتر رو ست کنیم اسم پارامتر رو هم قبلش با دو نقطه میخوایم بیاریم، در صورتی که ما اینجا داخل ویجتی که خودمون ساختیم همچین امکانی نداریم. ما مستقیما داخل اون بایستی بیاییم و مقدار پارامترمون رو پاس بدیم. اگه بخوایم این اسم آیتمز رو همینجا بیاریم، یعنی به عبارتی بگیم
آیتمز دو نقطه مقدارش. خب برای که میتونیم این قضیه رو داشته باشیم، میتونیم داخل ویجتمون جایی که داریم دیس آیتمز رو مشخص میکنیم، دیس آیتمز رو داخل این آکولات اگه اشتباه نگم بذاریم. با این امکان ما میتونیم خیلی راحت اینجا با اسم پارامتر ست کنیم. به عبارت دیگه موقعی که بخوایم جدید بسازیم میتونیم بگیم آیتمز و بعد داخل اون مقادیرمون رو پاس بدیم. یه نکته دیگه هم که میاد هست اینه که اگه دقت کنیم به این سویچ، توی سویچ ما یک ارور داریم تحت عنوان پارامتر unchange require، یعنی یه پارامتر داریم که هنوز مشخصش نکردیم. یعنی اگه من بیام اینجا و این my drop downم رو به این شکل بذارم، خب هیچ ایرادی به من نمیگیره، هیچ ایرادی از من نمیگیره و drop down دارم بدون آیتم که عملا به دردی هم نمیخوره. یعنی اگه بخوام کاربر رو مجبور کنم که هر موقع که از این استیت از این ویجت استفاده میکنه حتما پراپرتی آیتمزش رو باید ست کنه، میتونم توی قسمتی که دارم کانستراکتور ویجتم رو مینویسم قبل از اسم پارامتر دل بخواهم از کلمه کلیدی required استفاده کنم. با این کار یوزر رو مجبور میکنم که هر سری از این ویجت استفاده کرد حتما مقادیر آیتمز رو هم بهش پاس بده. حالا ما میتونیم بیایم این بس این قسمت و این چند تا حالتی که گفتیم با هم دیگه به عبارتی میکسش کنیم. مثلا ما میتونیم بیایم اینجا یه مقدار از نوع اینت بگیریم تحت عنوان دف ولیو، که دف ولیو ما حالا یه پارامتری گرفتیم، حالا پایین تر باش هر کاری خواستیم میتونیم انجام بدیم. اتفاقی که میفته چیه؟ اتفاقی میفته اینه که ما دراپدار رو اگه دقت کنید رو دراپدار قرار بگیریم، یه دونه اینت دف ولیو از ما میگیره و بعد داخل آکولاد ما میاد پارامتر بعدی رو میذاره. یعنی ما اینجا برای مقصد کردن دف ولیومون احتیاجی نیست که اسم پارامترش رو ببریم، ولی برای مابقی پارامترها چون داخل اون دوتا گزینه گذاشتیم مجبوریم که اسامیشون رو بیاریم. یعنی میشه میکسی از این دوتا حالت. حالا میتونیم اینجا چند تا گزینه هم داشته باشیم، مثلا اینجا بگیم یک اینتی هم میخوایم تحت عنوان مثلا سکند که ریکوایر نیست، یعنی کاربر بخواد میتونه مقدارش بده، مثلا بعد از آیتمز میتونه بیاد بگه و سکند من اینه حتی نوش اینت بود، یا قبل از آیتمز بگه سکند من اینه. ولی نکته ای که هست اینه که ما نمیتونیم این سکند رو قبل از این بیایم بذاریم، به خاطر اینی که ما این پراپرتیمون چون اسمش نمیاد حتما تو تعریف باید همیشه قبل از این باشه. یعنی ما اینجا هم نمیتونیم بریم اینو اینجا بذاریم، به ما ایراد میگیره چون به لحاظ کد نویسی عملا امکان پذیر نیست، چون ما اسم دف ولی رو نمیخوایم پاس بدیم موقع مقدار دادن، پس باید جایگاهش فیکس باشه که حتما فلاتر بتونه تشخیص بده که اولین پارامتر پارامتر دف ولیوی ماست که هم موقع مقدار دادن و هم موقع تعریف کردن ویجت عملا بتونیم ما این کار رو انجام بدیم. خب نکات گفتنی رو گفتیم و عملا ساخت ویجت های کاستوم ما هم تموم شد به کمک behavior subject کتابخونه آریکس دارت. تونستم خیلی راحت بحث asset management تو پروژمون داشته باشیم. یه قدم فراتر بذاریم و یک کار دیگه رو هم انجام بدیم، یعنی یه قدم جلوتر بریم توی بحث asset management. اونم اینه که اگه داخل فایل مینیمون بریم و این قسمت میخواییم بیایم حالت دارک مود و لایت مود رو توی پروژه فلاترمون اضافه کنیم. به عبارتی وقتی روی این گزینه بالا کلیک میکنیم بتونیم پروژه‌مون رو بین لایت مود و دارک مود عوض کنیم. به این شکل ما یه پراپرتی برایتنس داریم داخل تم دیتا که از نوع برایتنس، اگه دارک ستش کنیم کلا پروژه ما میشه دارک مود و اگر لایت ستش کنیم پروژه ما میشه لایت مود. دارک مود و لایت مود.
خب باید حالا این کار رو بتونیم انجام بدیم، به عبارتی بیایم و این چک باک، این سویچی که داخل یک فایل دیگه گذاشتیم رو متصل کنیم به عبارتی وضعیت تم دیتای ما داخل یک استیت دیگه ما. ما اینجا باید بیایم و عملا از پرووایدر استفاده کنیم. پرووایدرها امکانی که ما میدن اینه که ما میتونیم داخل چارت به عبارتی ویجتیمون توی فلاتر یک مقداری رو بین تمام استیت ها بچرخونیم، به عبارت دیگه یک مقداری رو داشته باشیم که از توی تمام استیت هایمون تو تمام فرم هامون به اون مقدار دسترسی داشته باشیم و با تغییر دادن اون مقدار تو تمام فرم ها تغییرات مربوطه رو اعمال کنیم. که برای این کار ما باید بریم داخل فایل یملمون و پرووایدر رو اضافه کنیم که من قبلا این کار رو انجام دادم. بعد این کار انجام دادیم باید بیایم بریم داخل مادولمون یه دونه فایل بسازیم تحت عنوان myprovider.dart، یک کلاسی بسازیم به نام myprovider. چون که ما میخواییم از changeNotifier استفاده کنیم، اکستندش میکنیم از changeNotifier. حالا قسم داخل این قسمت ما میتونیم بریم و اینجا یه دونه اینام تعریف کنیم، dark و light تم دیتا. اینام این امکان ما میده که بتونیم چند تا گزینه قابل انتخاب داشته باشیم. خب حالا داخل پرووایدرمون میایم و اون اینامی که تعریف کردیم رو اینجا استفاده میکنیم، یعنی میگیم تم دیتا به نام تم مساوی میشه با تم دیتا، یا اینو به عنوان بر تعریف میکنیم دات لات. یه وریبل داریم که تم دیتا ماست و بعد یه فانکشن هم میخوایم برای ست کردن و تغییر دادن این حالت تممون که اسمشو میذاریم ست تم. کاری که انجام میده اینه که یه دونه تم دیتا از ما میگیره THM و میاد و مقدار تم ما رو قرار میده با این مقدار جدید و کاری که انجام میده اینه که و کاری که انجام میده اینه که بعد این کار انجام دادیم، یعنی بعد که مقدارمون رو ست کردیم، بایستی بیایم و تمام استیت هامون رو مجبور کنیم به ریبیلد شدن که به عبارت مقدار جدید رو اعمال کنن روی خروجیشون. برای این کار میتونیم از دستور notify listeners استفاده کنیم که از همونی که از اسمش هم مشخصه و تمام جاهایی که دارن لیسن میکنن این مقدار پرو و این مقدار ما رو به همهشون میگه که بایستی رفرش بشین، وقتشه که رفرش بشین. خب از اینکه حالا اومدیم و پرووایدرمون رو نوشتیم، داخل فایل مینون هم باید سی تغییرات بدیم. این قسمت داخل قسمت ران اپ میان از مالتی پرووایدر استفاده میکنیم. مالتی پرووایدر یه خوبی که داره اینه که بعدن که بیایم پرووایدرهای بیشتری بنویسیم فقط کافیه که اسمشون رو بذاریم داخل این پرووایدرز. اینجا change notify provider create میکنیم. create ما یه دونه مقدار به نام build context داره که ما مقدارشون نمیخوایم چون اصلا لازم نداریم و نداریم. میتونیم از underline استفاده کنیم. این باید داخل فلاتر هر جایی که نخواستید یه پارامتری رو پاس بدید به عنوان ورودی یک کلاس یا یک فانکشن میتونی از underline استفاده کنید. و بعد اینجا هم my profilerمون، بعد که این کار رو انجام دادیم چایلدمون رو هم با my appمون ست میکنیم. خب اینجا اومدیم پرووایدرمون رو ست کردیم و حالا باید دو جا این پرووایدرمون رو استفاده کنیم، یکی این قسمت داخل تم دیتا و یکی داخل موقعی که روی این سویچ میخواییم کلیک بکنیم. برای که این قسمت بتونیم استفاده بکنیم میایم و از context کلمه watch استفاده میکنیم. watch این امکان رو به ما میده که کلمه کلیدی watch برای اینه که ما هر بار که، یعنی میایم به عبارتی میگیم هر بار که اون مقدار داخل پرووایدر ما تغییر کرد این قسمت مجدد ریبیلد بشه.
رید فقط برای خوندنه و واچ برای اینی که به عبارتی آگاه بشیم، برای اینکه هر زمانی که میخواست مقدارش تغییر کنه. تم اگر مساوی بود با تم دیتا دات دارک واچ. خب الان پروژه ما و اینجا که داریم واچ میکنیم و فقط مونده ست کردن که میریم داخل هوم پیجمون، چک باکسی که اومدیم داخل اپامون، سویچی که اینجا گذاشتیم رو، ولیوش رو دقیقا کدمون رو از اینجا برمیداریم، چون دقیقا میخواییم اینو به عبارتی ستش کنیم. اوکی، اینجا پرووایدرمون رو اد میکنیم و برای این هم بایستی که لایبرری پرووایدر رو اضافه کنیم که این قسمت. اوکی، خب این داره مقدار سویچ از اونجا میخونه که هم اون عوض شد، به برات اینم عوض میشه و برای ست کردنش هم همونطور که گفتم بایستی از کانتکس، چون فقط میخواییم چیزی رو، فقط میخواییم این فانکشن ستم رو فراخونی کنیم، بگیم اینجا میتونیم از context.read استفاده کنیم و my provider رو و ستم کنیم که بگیم اگر ول بود این در غیر این صورت light. اوکی، یه بار ریستارت میکنیم پروژه رو و الان با کلیک کردن روی سویچ حالت دارک مود و لایت مود رو میتونیم توی پروژه داشته باشیم. امیدوارم که اطلاعاتی که تا اینجا در اختیارتون گذاشتم مفید باشه، به دردتون بخوره، بتونید تو پروژه واقعی ازش استفاده کنید. همونطور که با هم دیگه دیدیم ما عملا سه تا فایل اومدیم جداگونه طراحی کردیم به نام بلاک که خیلی راحت میتونیم تو تمام پروژه بعدیمون استفاده کنیم ازش، یا میتونیم بلاک های دیگه رو بهش اضافه کنیم. یه دونه فایل ویجت ساختیم که ویجت های اختصاصی خودمون رو داخلش نوشتیم، از این ویجت هم میتونیم به کمک این بلاک تو پروژه بعدی استفاده کنیم. و پرووایدرمون هم که کاملا داره مستقلا کار میکنه و این هم میتونه با کپی پیست شدن توی پروژه های بعدی استفاده بشه. و بحث استیت منیجمنت رو به کمک ویجت هامون استفاده کردیم با استفاده از بیهیویر سابجکت، و بحث دارک مود و لایت مود رو پیاده کردیم که از چنج نتیوی پرووایدر استفاده کردیم. اگر شما از استیت منیجمنت خاص دیگه بغیر از الکس دارت استفاده میکنید حتما توی کامنت با ما به اشتراک بذارید و دلایلتون هم حتما بگید که برای چی فکر میکنید از الکس دارت بهتره و یا اینکه برای چی انتخاب شما اون بوده. و تشکر میکنم از وقتی که گذاشتید و سابسکرایب هم فراموش نشه.